گفتگوی تلفنی داریم با آقای بابک داد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم پاریس. آقای داد درود به شما، خوش آمدید به برنامه ما. آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در واقع دیروز در دمشق صحبت از این میکرد تحریم‌های آمریکا ژست توخالی است و بعد ایشون در جای دیگه میگه تهدیدهای آمریکا براش گران تمام میشه. شما چه برداشتی از صحبت‌های ایشون دارید؟ با سلام به شما و بینندگان، گروکشی که به هر حال صحبت کرده آقای جانی به موضوعی به اسم فلسطین هم اشاره کرده و گفته با مسئله هست ایران دنیا مشکلی نداره، بلکه آمریکا فکر میکنه با فشار بر ما میتونه مانع ادامه حمایت ما از فلسطین بشه. اینجا بذارید من اشاره بکنم که در این رابطه مردم دقیقاً به خاطر شناخت همین مواضع منافقانه حکومت ایران در رابطه با فلسطین شعار هوشمندانه نقض مر لبنان جانم فدا ایران رو طراحی کردن و سر دادن تا دنیا متوجه بشه که مردم ایران با سیاست‌های ریاکارانه دولت اسلامی در زمینه فلسطین و برخورد با مردم ایران مخالف هستند. متأسفانه این شعار توسط برخی از دوستان ما مثل جناب آقای کدیور جور دیگه گفته شد و به اشتباه گفتن، مردم گفتند که هم غزه هم لبنان جانم فدا ایران و یه بحثایی هم در فضای اینترنت و فضای جامعه ایجاد کرد، در صورتی که شعار است که مردم درست در جهت خلاف سیاست‌های حکومت ایران این بود که نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران. در رابطه با ژست توخالی باید گفت که لاریجانی گفته که تصمیماتی که با سر و صدا اعلام میشه ژست توخالی هستند و به هر حال تأثیری نخواهد داشت. امیدوار هستیم که این ژست توخالی باشه، اما فعلا که خبرهایی که میرسه از لغو قراردادهای توتال کره انگلیس که تو اخبار امروز هم شما بیان کردید ما رو دچار این نگرانی میکنه که مسائلی برای مردم پیش بیاد. امیدواریم که ژست توخالی باشه و دولت مجبور نشه که بهای بنزین رو بالا ببره و یا در پمپ بنزین ها از ترس شورش مردم پلیس ضد شورش به کار بگیره و اونطوری که احمدی نژاد ادعا کرد در یک هفته بتونه بنزین کشور رو تأمین بکنه. آقای داد، آقای احمدی نژاد اشاره کردید ایشون قرار ظاهرا بنا به گزارش ها به نیجریه بره، نیجریه از این ما ریاست ادواری شورای امنیت رو بر عهده داره. میدونید این هفته هم ایشون صحبت از این میکرد که ما تا پایان مرداد مذاکره نخواهیم کرد. فکر میکنید چه سیاستی رو دولت آقای احمدی نژاد دنبال میکنه؟ ببینید، از یه طرف احمدی نژاد گفت که پرونده هسته‌ای ایران بسته شده و مذاکره دیگه معنا نداره راجع به پرونده‌ای که بسته شده، اما هفته قبل اعلام کرد مذاکره در مرداد ما انجام میشه. باز اگر این ژست توخالی باشه دلیل نامنگاری غیر عزتمندانه آقای متکی وزیر خارجه به کشورها چیه؟ صحبت‌های احمدی نژاد و سفرهای آینده‌اش در چه راستاست؟ آیا ترس از همین تحریم‌ها موجب نمیشه که اینها چنین بکنند؟ آقای لاریجانی گفته که این فشارها موجب خودکفایی ملت ایران در همه زمینه‌ها شده. آیا وجود کالاهای بنجل چینی، بسته شدن صدها کارخانه و بیکاری روزافزون چندین هزار کارگر در ایران نشان دهنده خودکفاییه؟ سقوط هواپیماها رو همیشه در این 30 ساله به گردن تحریم‌ها انداختن، تورم رو، بیکاری رو و حتی فوت بیماران رو به دلیل نداشتن تجهیزات پزشکی ناشی از تحریم‌ها دونستن. ژست توخالی و حکومت ایران میگیره که بلوف میزنه کشتی به غزه میفرسته برای کمک، اما با اولتیماتوم زیر و در واقع پنهانی قدرت ها جا میزنه منصرف میشه. آقای لاریجانی ژست توخالی رو میگیره که گمان میکنه الان به عنوان نماینده حکومت ایران داره صحبت میکنه، در حالی که همین امروز در نماز جمعه قم بر علیه او که نماینده قم هست نامه ای توزیع شد که آقای لاریجانی رأی ما رو پس بدید، شما دیگه نماینده ما نیستید و امت حزب الله ظاهرا این رو امضا کردن و ظاهرا خود آقای لاریجانی متوجه نیست که داره از حکومت اخراج میشه و متوجه نیست که ژست توخالی نکنه. من یه نکته هم راجع به رفتار آقای اوباما و صحبت‌های دیروزشون عرض می‌کنم در یک خط. اینکه رفتار دوگانه آقای اوباما قابل توجیه نیست. اینکه میگن تحریم‌ها برای حمایت از حقوق بشر مردم ایران هست، به نظرم این حرف خیلی صادقانه نیست. آمریکا برای حفظ حقوق بشر مردم ایران راه‌های کوتاه‌تر و مؤثرتری میتونست بره که تا حالا به درستی نرفته. روغن چراغ هسته‌ای رو لطفاً نظر امامزاده حقوق بشر مردم ایران نکنند آقای اوباما. متشکرم. تشکر میکنم آقای بابک داد، تحلیلگر و روزنامه‌نگار مقیم پاریس. فقط اضافه بکنم که در تحریمی که دیروز به امضا رسید از سوی رئیس جمهور آمریکا موارد متعددی هست برای مجازات ناقضین حقوق بشر و افرادی که در سرکوب مردم در ایران نقش داشتند.